به نام خدا. سلام، خوش اومدید به جلسه دهم از آموزش 0 تا 100 انتگرال. جلسه قبلی توانهای فرد سینوس و کوسینوس رو بررسی کردیم، امروز بریم سراغ توانهای زوج سینوس و کوسینوس. خب برای اینکه انتگرال این رو حساب کنیم که n ما عضو اعداد زوج که نمایندش از ای هستش و برابر هستش با به طور جمله ای بخوایم بنویسیم 2k، میخوایم این رو بررسی کنیم. پس n مساوی هستش با 2k اعداد زوج. انتگرال سینوس u به توان n u مساوی هستش با. قبل از اینکه اینو بگم یک یاداوری داشته باشم از این مفاهیمی که قبلا میدونستید، روابط نصف کمان که داشتیم، سینوس به توان 2x مساوی هستش با 1 منهای کوسینوس 2x دوم و کوسینوس به توان 2x برابر هستش با 1 منهای به اضافه کوسینوس 2x. اینا روابط نصف کمان بودن که داشتیم. حالا من میخوام از اینها اینجا استفاده بکنم. به چه صورت؟ این که به توان n هستش، من اینو میتونم بنویسم، این n که برابر 2k هستش دیگه، n برابر هستش با 2k، میتونم بنویسم انتگرال سینوس به توان 2 u به توان k d u. میتونم این رو به این صورت بنویسم که همون میشه سینوس به توان 2k که همون n هستش. حالا این سینوس 2 یو رو می نویسم 1 منهای کوسینوس 2 یو دوم. پس مساوی هستش با چقدر؟ انتگرال 1 منهای کوسینوس 2 یو دوم دی یو. حالا من به راحتی میتونم این انتگرال رو حساب کنم، یه به توان کا هم که اینجا داره. این برای سینوس. برای کوسینوس هم میتونیم این کار رو انجام بدیم. انتگرال کوسینوس یو دی یو به توان ان مساوی هستش با انتگرال کوسینوس به توان 2 یو به توان کا دی یو مساوی هستش با کوسینوس 2 رو بنویسیم 1 به اضافه کوسینوس 2x دوم. پس میشه انتگرال 1 به اضافه کوسینوس 2، حالا اینجا یو هستش، 2 یو دوم دی یو به توان کا. اینا میتونیم به این صورت بنویسیم. حالا مثال های اینو چجوری حل کنیم؟ یه مثال خوب بزنم که جامع و کامل باشه. انتگرال کوسینوس به توان 4x دی ایکس رو میخوایم محاسبه بکنیم. خوب دقت کنید به مراحلی که من میخوام انجام بدم. رنگمونم آماده کنیم. بنویسیم اینجا انتگرال کوسینوس به توان 2x به توان 2 دی ایکس. اینا هم بنویسیم انتگرال 1 به اضافه کوسینوس 2x دوم به توان 2 دی ایکس. این مخرج که به توان 2 برسه میشه 1/4. اون 1/4 ظریف هستش، میتونم از انتگرال خودم بکشمش بیرون. پس من مینویسم 1/4 انتگرال 1 به اضافه
کوسینوس x به توان 2 دی x. ببینید به توان نرسیده نکشیدش بیرون که بریم سه یک دوم، این یه توان داره. من مخرج رو جداگانه به توان رسوندم، کشیدم بیرون، صورت رو اینجا نگه داشتم تا یکم حالت مسئله ساده تر بشه. حالا من این داخل رو به توان میرسونم، پس میشه یک چهارم انتگرال یک به اضافه دو تا این دو ایکس هستش دیگه، دو تا کوسینوس دو ایکس به اضافه کوسینوس به توان دو ی دو ایکس دی ایکس مساوی هستش با یک چهارم. حالا انتگرال یک میشه ایکس، انتگرال یک برای ما میشه ایکس به اضافه انتگرال کوسینوس دو ایکس میشه برای ما یک دوم سینوس ایکس با اون ضریب دویی که این پشتش قرار داره میپره، این میشه سینوس دو ایکس. درسته؟ برای ما میشه سینوس دو ایکس. این تا اینجا کار، این طرف هم میمونه برای ما یکم این پیچیده تر هستش. حالا یک چهار رومه به اون هم میدم چون هم برای این پخش نکردم. انتگرال رو تا اینجا گرفتم، اینجا مون کوسینوس به توان دوی دو ایکس دی ایکس. حالا من میام برای این هم دوباره جداگانه یک بار دیگه از این استفاده میکنم، میگم انتگرال کوسینوس 2 دو ایکس دی ایکس برابر استش با انتگرال یک به اضافه کوسینوس 4 ایکس. دوباره ازش استفاده کردم، یه ذریب این 2 ایکس بود اونجا ایکس بود، اینجا وقتی 2 ایکس هستش تبدیل میشه 4 ایکس دوم دی ایکس. از این رابطه بالایی نصف کمان ها دوباره استفاده کردم، برابر میشه با این یک دوم رو، حالا میتونم بیارم بیرون چون ضریب مریب توان موان نداره، یک به اضافه کوسینوس 4 ایکس دی ایکس که مساوی میشه با این یک دوم اینجا میمونه، این میشه ایکس، این یکی هم میشه یک چهارم سینوس 4 ایکس. اوکی، حالا به اضافه سی ها رو هم جمع میکنم در آخر مینویسم. پس در کل این برابر میشه با یک دوم ایکس به اضافه یک هشتم سینوس 4 ایکس. حالا این رو باید کجا قرار بدیم؟ از اینجا مونده بود، جملمون از اینجا مونده بود، پس می نویسیم اینجا این یک چهارم هم داخل همه اینا پخش بشه. رنگش رو عوض کنم شما ببینید، فقط یکم امیدوارم که اینجاها اشتباه نکنید. این میشه یک چهارم x به اضافه یک چهارم سینوس 2x به اضافه، ببینید این یک چهارم این پشت بود، در این یک دوم ضرب بشه میشه یک هشتم x به اضافه یک چهارم ضرب در یک هشتم میشه یک سی و دوم سینوس 4x. این یک هشتم x رو با این یک چهارم x جمع بزنیم چقدر میشه؟ میشه دو اونم یک، میشه سه هشتم x به اضافه یک چهارم سینوس، ببینیم اینجا چی داشتیم؟ این سینوس هم سینوس دو x هستش دیگه، اینی که اینجا نوشتیم سینوس 2x هستش، ببینم اینجا آره اینجا قرار دادم درسته، سینوس 2x به اضافه یک سی و دوم سینوس 4x. اون سی رو همینجا می نویسم، همشون رو جمع کردم یه سی گذاشتم براشون. این جواب نهایی این انتگرال برای ما خواهد بود. دیدی که چه مسیر طولانی رو اومدیم برای محاسبه این انتگرال. برای همین میگم از توان 4 و 5 به بعد رو فکر نکنم بدن، اگه بدن هم که دیگه بی‌انصافی کردن، چون اون وقت باید تمام وقت امتحان رو برای اون بذارن. یه تکلیفم به خودتون میدم که شما برید این رو محاسبه کنید، انتگرال سینوس 4x دی ایکس رو هم شما با همین روش محاسبه کنید. من کوسینوسش رو محاسبه کردم، شما هم برید این رو محاسبش بکنید و پیدا بکنید.
امیدوارم که دوست داشته باشید. این هم از جلسه دهم انتگرال. مباحث مهم فکر کنم تموم شدن. بعدش میمونه توابع اینورس مثلثاتی، والوم مثلثاتی ها، و بعضی توابع هیپربولیک و یا همون توابع غیر جبری خودمون میمونه که انشالله اونا رو هم تدریس میکنیم به طور کامل تا این جلسه، این دوره به پایان برسه. بعدا هم که اگر دوست داشتید دوره های پیشرفته تری رو با هم شروع میکنیم، حل مثال هاشون رو جلو میبریم، انتگرال دوگانه، انتگرال سگانه، فضاهای برداری، توابع برداری، توابع چند متغیره، بعدش ماتریس ها و کلی مباحث دیگه، مختصات قطبی، مختصات کروی، مختصات استوانه‌ای، معادلات دیفرانسیل، همه اینها رو هم اگر دوست داشتید بعدم به هم بگید. من همه وقت کردم حتما براتون ویدیوهای اونا رو هم میسازم و قرار میدم. همچنین فیزیک عمومی یک دانشگاه که مربوط میشه به بخشایی از مکانیک، همون سینماتیک و دینامیک هستش، حرکات یک بودی و دو بودی و سه بودی هستن، فیزیک دو که الکتریسیته و مغناطیس هستش و الکترومغناطیس هستش، اونا رو هم اگر دوست داشتید براتون تدریس میکنم. فیزیک سه فکر کنم ترمودینامیک باشه و این مباحث حالا بعدن اگر دوست داشتید اونا رو هم براتون تدریس میکنم. تا جلسات بعدی و ویدیوهای بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.